جانم فدای ایران چون تا شعار ما شد، در چارسوی عالم این افتخار ما شد. در سرزمین جاوید غارتگران رسیدند، با پنجه‌های خونین پیراهنش دریدند، انبان ثروتش را از خاک ما ربودند، در دست غیر دادند. اینها خودی نبودند. چون غزه کعبشان بود بر دامنش نشستند، دلهای اهل ایران با کارشان شکستند. حزب خدایشان را ابلیس راهبر بود، لبنانشان وطن بود، ایرانشان گذر بود. گفتان امام راحل حب الوطن حرام است، آزار هرچه ملی است ما را ره و مرام است. هر کو که عشق ایران جان و جهان او شد، مرتد فطری است او، هم کفر او عیان شد. هم مصر خانه اش شد، هم در عراق روحش، مذهب بهانه اش شد. ایران جاودانه فرزند صیغه‌ای بود. ایران جاودانه با زخم‌های دیرین می‌خواند این ترانه. من خاک ماندگارم در هر زمانه پیدا، ققنوس بی زمانم، خاکسترم هویدا. علیرضا نوری‌زاده، دوشنبه 28 ژوئیه ششم مرداد ماه، به شما سلام میکنم. بوزینه انقلاب احمد خاتمی جسارت بیش از دهانش کرد در روز جمعه که نماز جمعه به کمر زد و اشاره میکرد که بله، اینایی که گفتن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، اینا تمامشون فتنه‌گر بودن، اینا با اسلام ارتباطی ندارن. و در هر حال امروز هم شعار مردم ایران هم غزه هم لبنان هست. و گفت که کسانی که به این شعار معتقد باشن از ملت بریدن. وقاحت یه اندازه‌ای داره، یه حدودی داره، ولی احمد خاتمی که وقاحت رو نمیشناسه. یه ملای بی سواد آخوند روزخون میارن میکنن عضو مجلس خبرگان. امام جمعه موقت تهران 1.5 میلیارد نصیبش سهم، ماشین ضد گلوله، پاسدار، خانه فلان آنچنانی. معلومه این مردک میاد این حرفو به شما میزنه و توهین میکنه. ایرانی ها ملت بزرگی هست، طبیعتاً در رنج های مردم غزه، مردم فلسطین همدردن، محکوم میکنن جنایاتی که صورت میگیره در حق اونا، اما هرگز نمیگن شعار غزه و لبنان. لبنان سرزمین زیبایی است که زشتی های حزب الله و عوامل ولی فقیه بهش آسیب بسیار رسونده. فرزندان بزرگش رو از رفیق خلیلی گرفته تا همینجوری دونه دونه بیان و برید به عقب، از حسین مروه گرفته، اون فیلسوف نازنین شیعه، تا مفتی حسن خالد، اینا رو جمهوری ولایت فقیه به همراه سوریه کشتن. سمیر قصیر روشنفکر آزاداندیش سوسیالیست، جورج هاوی کمونیست، اینا رو همه جمهوری ولایت فقیه با سوریه کشتن. احمد جبریل مزدور کشته. و بنابراین مردم لبنان رو دوست دارن، منتها اون لبنانی که ما میشناختیم، لبنان فیروز، لبنان سعید عقل، لبنان میخائیل نعیمه، لبنان قسطنطینی، اون لبنان، لبنان کمال جنبلات، مردم اون لبنان رو دوست دارن. فلسطین هم دوست دارن. فلسطین محمود درویش، سمیه القاسم، فدوا طوقان، سالم جبران، اون فلسطین مردم خیلی دوست دارن. قسان کنفانی، اون فلسطین رو دوست دارن. ابو جهاد، فلسطین ابو عیاد، فلسطین ابو حسن سلامه، مردم اونا رو دوست دارن. ولی شعار هم غزه هم لبنان، شعاریش که آقای کدیور در آمریکا میده، در تهران هم احمد خاتمی. باری گفت به هر حیله میخوان در دل دوست رأی پیدا کنن دیگه. به هر حال آقای کدیور هم عمامه بر سر داره، داره حرفای خوبم میزنه، ولی این حرف ناسوابش بسیار بر دلها سنگین آمد و هرچه اعتبار داشت آدم یه دفعه
به یه لحظه اون اعتبار رو میده، میره پی کارش. خیلی آدم باید مواظب باشه که چه میگوید و چه میکنه. جمهوری ولایت فقیه شعارها رو داد، روز قدس هم برگزار کرد. اما یکی از مناظر روز قدس، منظره بسیار جالبی است که میذارم شما ببینید، شاید ندیده باشید. نگاه کنید تا من براتون بگم اینا کیا هستن. حضرت آقای مجتبی خامنه‌ای، فرزند ولیعهد مقام معظم رهبری، در کنارشون همسرشون دختر آقای حداد عادل، پشتشون آقای دکتر محمد مرندی، پسر علیرضا مرندی، وزیر بهداشت و رئیس تیم پزشکی ولی فقیه، و بلبل سخنگوی نظام. ببینید چقدر نزدیک بغل مجتبی. اینا رو من قبلا میگفتم، بعضی آقا مبالغه. نه، نگاه کنید اینجا تو عکس دیگه دارید میبینید دیگه، اون طرف هم باز اون خانم رو میبینید با اون روسری آبی مرگ بر اسرائیل دستش گرفته. این خانم اصلا میخوره به اهالی ولایت فقیه؟ نه، منتها شوهر محترمشون تظاهر باید بکنن دیگه. بعد آقای مجتبی دلت اومد در تن پسرت پرچم حزب الله بذاری، عکس حسن نصرالله، بعد دختره که نازنینت با اون کلا چقدر زیباست، چرا باید بچه های دیگه دختره دیگه چار قد و نقاب سرشون کنید؟ چرا اونا نتونن بیان اینجوری بیرون؟ چون نوه مقام معظم رهبری نیستن؟ اونا باید با چار قد بیان زشت بشن؟ برای اینکه شماها به دختر 4 سال 5 سال هم نظر دارید دیگه، چون بیمار روانی هستید. ارباب امائم و نوکرانشون بیمارن. یعنی زن اگه بیا توی استادیوم ورزشی ورزش رو نگاه بکنه، این خطرناکه، چون زنها ساق پای مردا رو میبینن. لابد زناتون هم همینجورن واقعا، چون زن عادی که با دیدن ساق پای مرد ناراحت نمیشه، شما با دیدن بچه هم دوچار حالت بدی میشی. گفتم براتون اینجا، یه بار یکی از این قزاونه رئیسشون بود، البته رئیس کلشون نجف دیگه، نفس نداره، لباس جنگی تنش کردن، ولی آقازادهشون که تو امریکا از نوکران سرسپرده آمریکا و ولی فقیه هن و در افطار ماه رمضان کاخ سفید شرکت میکنن، 3 تا 4 تا حسینیه دارن با پول بنیاد علوی، میفرمودن که بله ما روایت صحیح داریم که در خانه پیغمبر یکی از دوستان و محبان رسول الله رفت اونجا. رسول الله هم یک اتاقی داشت برای پذیرایی، یه مضیف داشت که میمدن و مهمانان اونجا اقامت میکردن. این آقا که اومد اونجا، عایشه ام المؤمنین هم تو خونه تنها بود. حالا فکر کنید یه مردی از دوستان رسول میاد، عایشه هم تنهاست، دروغ‌های به این بزرگی تو خونه پیغمبر. عایشه 10 تا کنیز داره، نمیدونم تو خونش کارگر داره، گارد داره. این آقا شب محتلم شد، صبح عایشه دید لب حوض داره لباساشو میشوره، متوجه شد، زود فهمید، علم غیب داشت دیگه، فهمید، یه مقدار لباسای پیغمبر رو برد داد بهش. این بیماران جانور بیمارن، بیمار جنسی هن، بیمار روانی هن. اون رئیس قزاونه میگه آقا 14 تا بچه داشته باشید، یعنی همسرتون ماشین جوجه کشیه، بچرخونین بچه بیاد. بفرمایید. همین قزاونه بیمار نادان میگه امام زمان توی یکی از کوچه های تهران خونه داره، ازدواجم کرده، و کسی یقش رو نمیگیره. مردک، امام زمان که به قول شما جاودانه است، بعد این زنه پیر میشه میمیره، این امام زمان از اول خلقتش تا حالا چند صد تا زن رو به خاک سپرده، چند هزار تا بچه و نوش رو به خاک سپرده. بعدم حتما تو تهران باید باشه، قرار از مدینه ظهور کنه و بعد تو تهران زن و بچه داشته باشه. میگم وقتی کار با عمامه و قطر شکم افتاده است، خم در این مجلس بزرگی ها به افلاطون کنه. بسیار افسوس میخورم. بله، شعار بدن که هم غزه هم لبنان، بریم کمک کنیم. چه کمک؟ موشک فجر بده، درسته؟ اما اون آل سعودی که فوششون میدید، نه آل نمیدونم حکام امارات، 40 میلیون و 30 میلیون 50 میلیون دلار میدن برای اینکه غزه بازسازی بشه. شما فقط شعار میدید. متاسفانه. خب
قبل از اینکه بحث امروزمونه که میخوام اصلا یه برنامه ویژه‌ای راجع به فؤاد معصوم داشته باشیم، رئیس جمهوری عراق، حالا بعدش میگم، یکی از رفقاشو دعوت کردم اومده اینجا که باش صحبت کنیم، اما اول یه تیکه از این قرائتی ببینید. یکی از همون آخوندهای شارلاتان که از اول انقلاب تا حالا داره حرف میزنه، پول بالا میکشه، حالا هم که دیگه پیر شده با این قیافه دست بردانش و شوخی رکیک میکنه. اینا اسلام پناهان ماست. در زمان اون پدر و پسر، آخوندی هم بالای منبر میرفت حرمت مجلس رو میکرد. یادتونه زنده یاد دکتر محسن بهبهانی وقتی همین دعای صحیفه سجادیه رو تو مارمزون میخوند، سخنرانیش، مرحوم حسن علی راشد یادتونه، مرحوم آل آقا یادتونه، آقای دکتر عباس مهاجرانی یادتونه چه سخنرانی هایی میکرد. اینا سخنرانان ما بودن. کمالی سبزواری، اینا باید برن جاشون کی بیاد؟ قرائتی. نگاه ببینید، یه چشتی بچه سیده خوشگل رو میبوسید، گفتن حیا کن. چون اولاد پیغمبر سیده به خاطر جدش ببوسن، یه سید کچل آوردن، گفتن این هم جدش پیغمبره، باید همه سبابا رو من بکنم، همه کارو من بکنم. حوزه رو فهمیدید چیه؟ اینان تو حوزه، اینان تو حوزه که تو فیلم مارمولکی اشاراتی بهشون میکرد، ولی اینجا خود قرائت سریع گفت دیگه، بچه خوشگلا رو میوردن میبوستیم به عنوان اولاد پیغمبر. این منحرفان رئیسشون وقتی مصباح یزدی که داستانشون مفصل براتون گفتم، اون این هم میشه قرائتی، مسئول آموزش، سواد آموزی، این سواد میاموزن. باری مهمترین خبر هفته پیش انتخاب فؤاد معصوم. من به تفصیل اینجا گفت، خودتونم دیدید آزرده بودم، گویا که فؤاد معصوم یه شخصیت بسیار برجسته است، ولی دلم خواست مثلا فؤاد معصوم میدم رئیس دانشگاه بغداد، وزیر فرهنگ عراق. وقتی بعد از سقوط صدام مفید الجزائری وزیر فرهنگ شد چقدر خوشحال بودم، چون میشناختمش، توی پراگ با جمشید چالنگی با هم رفتیم مغازش، یه مغازه فرش فروشی عتیقه و اینای ایرانی داشت، یک شخصیت فرهنگی کمونیست برجسته و با فرهنگ، شد وزیر فرهنگ عراق. حالا وزیر فرهنگ عراق ببین کیه؟ یه بچه روزخونی که وزیر فرهنگ، وزیر بی فرهنگی است. فؤاد معصوم باید میشد وزیر فرهنگ، فؤاد معصوم باید میشد نماینده عراق در سازمان ملل، سفیر عراق در واشنگتن، شأن و جایگاه والایی داره، ولی برای کار اجرایی برهم ساله، کسی که بسیار مورد احترام. حالا میبرمتون سالها پیش، اون زمانی که دوست نازنین ما محسن خاتمی کمال با فؤاد معصوم، هر دو در اپوزیسیون، فؤاد معصوم در اندیشه کردستانی که فدرال باشه، نظام فدرال و کردستان آزاد، می جنگید، مبارزه می کرد در کنار امام جلال، و محسن خاتمی در گروه رنجبران بود و قبل از اون در جبهه ملی و در کوه و کمر و دمشق و کویت و با فؤاد معصوم همراه. درود بر جناب خاتمی عزیز. سلام، زمین سلام به شما و درود به بینندگان محترم تلویزیون ایران فردا و همه هممیهنان عزیزمون و تمام کسانی که فارسی زبان هستند و فارسی رو خوب میدونند و در هر جا هستند. آقای خاتمی، از کی با فؤاد معصوم آشنا شدی؟ آشنایی ما با جناب دکتر فؤاد معصوم برمیگرده به سالهای 46-47 شمسی. یعنی درست اون زمانی که بنده 46 رفتم دانشکده حقوق. بعد در اونجا، اون زمان جنبش ملا آواره و اسماعیل شریف زاده. کجا بودی این وقت؟ این جنبش در محاباد، نه الان
حافظه قاطی کرده اشنویه نه 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 بالا به طرف بالا سردشت در سردشت بود که مبارزه مسلحانه رو شروع کرده بودن. بعد سازمان انقلابی تصمیم گرفت که به این بچه ها بپیونده که ابتدا بساکن دکتر لاشایی رفت اونجا و با اینا بچه خاطرات هم نوشته لاشایی حتی برای اینکه این روشنبینی راجب ملا آواره واسه تون بگم این دار دسته یه مقدار از توده ها اونجا یک مقدار از این توده ها اونجا شروع کرده بودن به سمپاشی علیه این ما. بعد منتهای مراتب توده یا با کی مرتبط بودن اونجا؟ توده یا نه امین سراج و این حرفا که توده یا طرفدار موسکو بودن که تو عراق بودن آه یعنی تو بغداد بودن بله ولی اونجا نفوذ داشتن اینا شروع کرده بودن سمپاشی نه تحت عنوانی که اینا چپند و مخالف ما خب خودتون هم چپ بودن که اینا فارس یعنی فارس هم دارن اینجا چیکار میکنن یعنی شماها رو بله. بعد زندگیار ملا آواره در یک شب در مسجد نشست اونجا گفت اگه کسی اینجا مسئله فارس و کرد رو مطرح بکنه من از حالا اعلام میکنم که من فارسم و اینو کشتنش و جنازش رو بستن به قاطر و همین آقای کی کشتن رو؟ حکومت شاه کشتن تو دلیل تو ایران یعنی کشتنش بله بله بله. کشتنش و جنازش رو بستن به قاطر توی مهابات رو چوب گذاشتن تو شهر میکشوندن و همین آقای متاسفانه که الان از رهبران حزب پانیرانی اسمه اسمش یاد رفته که تو مجلس شام چیز بود دوران گذشتم نماینده مجلس بود روزنامه ای داشت خاک و خون بود نمیدونم چی بود اون که مرحوم پزشک بود فوت کرد هم مرحوم پزشک بود مسئول اون بود و عکس این انداخته بود که این جنایتکار رو ما داریم تو شهر میکشیم بعد یعنی میخوام بگم این رابطه کردا اصولا با فارسا چجور بوده و امروز چون پانیرانیستا با کردا خیلی رابطه نزدیکی داشتن البته یادش نره که این حزب پانیرانیست اون موقع بود که زندیات فروهرها ازش جدا شده بله بله و اونا یه خط دیگه پانیرانیست بر مبنای بله نهضت ملی بود بله و مرحوم زندیات واقعا فروهر که حالا اینجا صحبت شد ذکرم از نه حالا اونو بذار برابرد میدونم چی رو میخوای بگی خصوصیف رو میخوام بگم نه راضی به خصوصیف بگم که خصوصیف که الان عمرش به درازه باد که تپلک سنی ازش گذشته است و مریض است و این حرفا یا دوستمون جمال اینا تمام کسانی بودند که جمال اسکوئی بله بله اینا تمام کسانی بودند که واقعا همونطور که شما به درستی تو نامه‌ای که نوشته بودی اشاره کرده بودی هنوز که هنوز با اینکه قلبشون ناراحت نمیدونم هزار جو واقعا بیماری دارن این جمال عزیز ما با سن نزدیک به 77-8 سال این توی هنوز برای زندگی کردنش با اینکه بزرگترین مقامات رو داشته باید بره کار مشاوره‌ای بکنه تا بعد بتونه تو این هوای آلوده تهران قلبش عمل کرده فلان کرده اصلا یه چیزی براتون بگم این بچه‌هایی که حالا جوانان قدیم یاد میکنه خسرو سیف نازنین عزیز هوشنگ کردستانی حالا هوشنگ خارج بازی حال بالاخره ولی میخوام بگم اینا آدم های پاکی بودن حسن خان سالم کلالی بله بله خدا رحمتش کنه که در گذشت و این آدم نازنین چون اینا دوستان نزدیک پدر من بودن و خود داریوش و منزه بودن این منزه بودنشون یه جمال اسکویی شما هرچی خاطره میخونین اینا نه پول گرفتن نه رشوه گرفتن نه حاضر بودن بله. از آرماناشون و همه جا حضور داشتن همیشه واقعا هر جا مبارزه بوده اینا حضور داشتن حالا منظورم از صحبت پرت نشیم ما بعد اونجا جنبش شکست میخوره مثل بچه سازمان انقلابی در سلیمانی عراق مستقر میشن خب تو کتاب های خاطرات خوندی دیگه بله. من اون موقع کویت بودم موقت که بعد با قاچاقچی رفتم اونجا و خلاصه با اون گروه پیوستم و همون ابتدا به ساکن همیشه یه چندتایی بودن که یار غار امام جلال بودن واقعا یار غار از شماها یا از خود کرتا حالا میخوام بگم سابقه مون با دوست عزیزمون دکتر فاد معصوم این معصوم که میگید به واقع این آدم آره معصومه قیافش معلومه برادرش رئیس دانشگاه سنجاقه کوی
گلشن جان و دکتر است و ولی پدرشون مثل که روحانیون خیلی بزرگ آره نه میخوام بگم بچه یعنی یه خانواده فرهنگی شدن اینا بعدن که حریف شطرنج ماها بود اونجا شطرنج بازی میکردیم و خلاصه خیلی خاطرات داشتیم شطرنج و می بله گهگاه می هم بود نه آخه همیشه که توی چیز که ممنوع بود تو مغر گهگاه مام جلال میدونست خب ما از خارج آمدیم و واقعا چی بگم از این مام جلال واقعا چی بگم ببین اصلا آدم وقتی راجع به این مرد صحبت میکنم من بجان تو اصلا احساس میکنم پدر برادر بزرگ با اینکه 10 سال از ما بیشتر اختلاف سن نداریم ولی نمیدونی این وقت که دست تو رو میگیره تا الالعبر یا هروخان همینطور حالا اختلافات سیاسی رو تو مثلا راجبش رو صحبت نه 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 نه, نه. ببین اختلافات سیاسی یه مقوله است شخصیتی من دارم صحبت میکنم اینا همه با هم واقعا کار میکردن ولی مثلا خب فؤاد معصوم یا زنده یاد چیز شهید شهاب که اینا رو ایران تحویل صدامش داد عجب و کشتنش که چه موقعی؟ همون سالهایی که خصوصا سال 55 اینا که مام جلال یک مقاله نوشت و ابوجهاد برادر منی شفیق اون توی لبنان کشته شد چیز در تهران در همزمان با هم مقارن که زیر شکنجه زندیات خسرو صفوی کشته شد و شهاب هم در سلیمانی در بغداد به دست صدام کشته شد که مامجاله یک مقاله نوشت در روزنامه شراره یا همون جرقه یا اسکرا یا هر چیز شای بذاری که کردی به زبان روزنامه خودشون در میاد شراره در میاد در از تأخیر هم اونا در میاد نه حالا اون زمان عربی. که بعدم بود بعد که راجع به این ستا واقعا مام جلال سنگ تموم بودش اینا یارای مام جلال بودن همین خب آقای مصطفی نوشیروان مصطفی این اونجا بود عبدالرزاق فعلی که الان منصبی دارد و از اونم از یاران بابخا خب میخوام بدونم شما این مجموعه رو که نگاه میکنی بین کوثر رسول و ملا بختیار و آقای دکتر فؤاد خب چون برهم مال یه نسل جدیدتر این از این سه تا کدوم نزدیکتر به مام جلال بودن از اینها خب دکتر فؤاد محسوب دکتر فؤاد صد درصد یعنی حتی از کوثر رسول نزدیک کوثر رسول اون موقع تو کارهای مخفی بود یعنی زیاد اصلا رو نمیشد ملا بختیار چی ملا بختیار اون موقع خیلی جوان بود اصلا یعنی نوشیروان مصطفی چی نوشیروان با مام جلال یعنی من نوشیروان همسن سال منه حالا شاید یه سال بیشتر و ما اونجا با هم مشترکاً مجله رزگاری رو درست کردیم که لاشایی توش مینوشت دکتر صادقی علی صادقی که فیزیکدان توش مینوشت شهاب مینوشت خود مام جلال سرمقاله مینوشت و یه روزنامه واسه اولین مجله روشنفکری وزینی بود که اونجا کردی فارسی نه کردی بود لاشایی ماشاءالله تو زبون خیلی لاشایی ترجمه میکرد مقالاتو ترجمه میکرد به کردی و نوشیروان فارسی خوب بلد بود دکتر فاطمی فارسی میگم ما آخه دکتر نوریزاده عزیز دردمون یکی دوتا که نیستش که یه مقوله ای اخیراً باب شده تحت عنوان ملی مذهبی ها که اینا ملی مذهبی تازه باب نشده نه میخوام بگم روش تازه که بله گرفتن بله روش تازه که گرفتن از این اولش هم قربونت برم ما کانون مهندسین داشتیم آقا من کانون مهندسین اسلامی چه فرقی داره با یعنی علم مهندسی اسلامیش با غیر اسلامیش فرق بکنم من نمیدونم دوتا تو اسلام میشه 5 تا توی عادی میشه 4 تا این باب گذاشته شد حالا یه دردارشون از بین رفتن خدایشان بیامرزد واقعا ولی داریم میبینیم این تفرقه که داره میاد دقیقا همین مناسبات رو میخواد در هم بشکنه یعنی وحدتی که بین کردا هست بین ملیت کرد و ملیت فارس هست این از این دلخورن چون این پایه بقای ایرانه در حالی که ملی مذهبی ها نه باهایی هم جزو ملی مذهبی ها محسوب شد من تو مطالعات مذهبی تو آخونده حوزه رفته یه اپوزیسیون هستی ببینم ما باهایی هم جزو ملی ها محسوب میکنن یهودی ها ملی مذهبی ها اصلا با باهایی ها
درگیر شدن. نه میخوام بگم پس این ملی مذهبی چه صیغه ای؟ من مثلا روشن بکنه که این ملی مذهبی در برگیرنده یهودیت مسیحیت، نه به ظاهر میگن اشکال نداره، ولی در عمل وقتی چارچوب شما قرآنه و دستورات اسلام هست، خب نمونهشون ملی مذهبی ها موقع کودتای 22 بهمن اسلامو به بخیار ترجیح دادن. یعنی این فجایعی که امروز داره سر ما میاد و در سالهای قبلش هم روز عزیزم من یادم نمیره خانلی کشته شده بود، ما هنوز بچه بودیم، هنوز بچه بودیم، جوان بودیم، مدارس تعطیل کردیم، هدف کالج البرز بود، برای هم دانشگاه همه جمع بودیم، یهو ما دیدیم یه اعلامیه در اومد نهضت آزادی شکفته شد، درست اون گرماگرمی که مردم دانشجو داشتن همه به طرف راجب این حرف دانشگاه در مجلس میرفتیم که چیز آره حالا یه درنگ کوتاهی میکنیم برمیگردیم و درباره اون روزها اون حرفا و دکتر فاد معصوم صحبت خواهیم کرد. با ما باشید. با درود دوباره خدمت همه شما عزیزانم. آقای خاتمی، وقتی تصویر رو میبینی که داعش گردن 10 تا افسر نظامی رو بریده و ریخته انداخته اونجا، برمیگردی به مبارزاتت، به اون فرهنگ مبارزاتی، واقعا احساس میکنی چه اتفاقی افتاده؟ در اون زمان حتی با دشمن رفتار عادلانه بود، با دشمن رفتار، یعنی اگر کردها در مبارزه با رژیم عراق 5 تا افسر عراقی رو میگرفتن، سعی میکردن باشون تعامل درست بکنن. همینطور کردهای خودمون، مگه کومله نبود بچه‌هاشو میکشتن یا حزب دموکرات، ولی اینا افسرا رو میگرفتن سعی میکردن باشون کنار بیان، آزادشون میکردن. این چه ضد فرهنگ اسلام ناب اومد و تمام چیزو نابود کرد؟ این دکتر نوری‌زاده عزیز، دکتر نوری‌زاده عزیز، مسئله رو باید یه مقدار ما جدیتر و ریشه‌ای‌تر بهش برخورد بکنیم. یادم نمیره همون سالهایی که اشاره کردم، ما حلبجه بودیم، یه جنگی شد که مام جلال فرماندهیشو داشت و ما هم در التزامش بودیم. نه ببخشید، مام جلال چیز بود، همه فرج فرماندهی جنگو داشت، مام جلال در سلیمانیه بود، من و دکتر پارسا نژاد اونجا همراه او بودیم. بعد خب یه جنگ عجیب غریبی شد، در حد اینکه خب خیلی از ارتش ارتش چریکه اویسی که فرمانده ژاندارمری بود اون موقع از بین رفتن و اسیر هم مازیار گرفتن، در حدود 1000 خورده قبض برنوی، چون چریک محلی گرفته بودن، برنوی دراز و متوسط و کوتاه رو مثلا دستکوت بود، مثلا غنیمتی بود که ما گرفته بودیم، که مام جلال تلگراف تبریک زد از چیز از سلیمانیه که شما استراتژی یک تن به 10 تن ما رو تکامل دادید، یک تن به 100 تن جنگیدید. میخوام بگم متا مام جلال بلافاصله اومد بود اونجا، یکی از این چیزا پیشمرگه های همون گروه مام جلال اینا، مثلا اون که ساکن حلبجه بود، یکی از اینا رو به رگبار بست بود. مام جلال تا پای اعدامش رفت، گفت اسیر رو حق نداری، تا موقعی که اسلحه دستش بود تو نمیزدی اون میزد کشته میشدی، ولی وقتی اسلحه نداره به چه دلیل، به کدوم جرم؟ و خلاصه انقدر اومدند و واسطه شدند و این برادرش کشته شده همین دیروز و این تحت احساسات اینجور، یعنی قانون بوکس بازی هم توی رینگ همه چی، یعنی یک چارچوب تو داری آقای ببین خاندانی. عزیز من ما خام بودیم، این سرایی که اینجا بریده شده با اون گلهی که این مرده که چیز به سر حویده خالی کرد چه فرقی من میکنه؟ حاجی غفاری چه فرقی میکنه؟ من یادم نمیره اینو بگم براتون، رفته بودم کردستان و زنده یاد دکتر قاسملو در خدمتش بودیم در بهار 58 و اما وقتی فروهرم اومد با مکری و اینا، برای اولین باری که من دکتر قاسملو رو دیدم و یه مقدار عکس به من دادن که من آوردم بعضیشو تو میدیران چاپ کردم، کردا رو بسته بودن اینجوری گلوشون رو با زنجیر بسته بودن به پنجره، بعد روبروشون واسه من تیر میزدن. بله، بله، به پاشون بله. به پا میزد برای اینکه درد بکشه. بله بله
آقای چمران تشریف داشتن. بله بله بله, بله. راسپوتین نظام جمهوری اسلامی. آدم متاسف میشه. بله. متاسف بله. 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 این اسلام ناب انقلابی محمدی که اومد در دو بچه بن لادنی و ولایتیش خشونتی رو آورده. آقای من واقعا دیدم متاسف شدم. تا زمانی که دکتر نوری‌زاده عزیز, تا زمانی که ما مقوله‌ای به اسم پان اسلامیست داشته باشیم وضع این منطقه رو میخواد. یعنی تو نگاه کن از اول ورود اسلام به منطقه ما عرب با ما روابط, یعنی جزء امپراتوری بودن. به محض اینکه اومد اسلام مقوله پان عربیسم هم علم کرد و این مکافاته که ما داریم میبینیم در حال که مثلا شما این اردبم رو که میری توش بازار ادیان توش بوده. بله. یعنی تمام ادیان مختلف بازار خاص خودشون داشتن و همم اصلا حالا روح چه حسابای قشنگی این ساخته شده بود که دوز نتونه بزنه و حالا از صحبتمون پرت بشه. من اینو بگم آقای خادمی, شاه عباس صفوی شیعه با اون بساط که حتی میره آخوند از لبنان میاره, حتی جد بزرگ ما جزشون بوده میره. حالا میخوام بگم این آدم روز 21 ماه رمضان چون کلیسای جلفا افتتاح میشده شیخ الاسلام رو بهم داره میره کلیسا و لیوان شراب و از دست اسقف میگیره مینوشه و به شیخ الاسلام هم میده. میگه چی؟ من میگه مگه من ولی امر تو نیستم بهت میگم بخ... آخه ببین این حالا 8 تا سفیر خارجی اونجا واسدن میرن تو گزارش رو سفیر ونیز مینویسه هرگز ما در اروپا یه آدمی با این سعه صد نداریم. آخه ببین یه گل بهار نمیشه. ما در کلیت این استثناست ولی قاعده اینی که میگن ما الان ایران داریم به طرف تجزیه میره که میگن بله منطقه این تجزیه رو ملیت ها ایران نمی کنن. این تجزیه رو تجزیه مذهبی داره اقوام, حالا ملیت اقوام کاری من اصلا میونه دعوان اقتعی نکنم. نه نه ولی من کلمه ملیت دائم تکرار میشه یکی از بهانه هاییش که جمهوری من نباید من نباید اراده به این دائم داره میگه بله دیگه نوری‌زاده عزیز, دکتر نوری‌زاده عزیز من نباید که مثلا چیز رهبریمو دستمونم چون این جمله رو میگه فردا اگر اینا بگن آزادی چیز خوبیه من نمیتونم بگم بنده چون داره میگه ما یک ملت هستیم به نام ملت ایران. ما کشور ایران هستیم. اجازه ملت ایران حالا من نمیخوام این بحث جدا من خواستم برگردم به چیز همین میخوام برگردم به اینکه تجزیه عاملش تجزیه مذهبیه. الان ایران رو دارن به دو بخش شیعه و سنی بدل میکنن و این جنگی که داره ما رو از بین, یعنی ایران متلاشی خواهد شد اگر این جنگ توی ایران حادث بشه و برنامه اینه متاسفانه بعد مذهبی بهش دادن بعد قومی دادن. بعدم... مقاله خوبی نوشته بود نوری‌علی, بسیار بسیار مقالهش خوب بود. نوری‌علی مقالهش خوب بود تو گویا نیوز راجع به همین مقوله که تجزیه سازان تجزیه پردازان کیان همین اقوام نیستن, این حکومت های جبار آدم کشن. یعنی دو تا امپراتوری رو دارن به وجود بیارن. نه نه دو تا شیعه و سنی, کرد ایرانی, بلوچ ایرانی, ترکمن, تالش ایرانی. احساس میکنه که میگه آقا من جزء ملت نیستم, من سنی ام, اینا به من مقام نمیدن, من حق ندارم رئیس جمهور بشم. عرب ایرانی میگه آقا جان تو تمام ثروت رو داری از این خاک میبری, من چرا تو کپر بشینم؟ بچه من چرا باید محروم باشه از مدرسه؟ میخوام بهت بگم این حکومت هایی مثل حکومت هایی هستن, حکومت ولایت فقیه, به اضافه این که اینا تمام ابعاد یک رژیم آدمخور رو هم دارن در همه زمین. حالا من میخوام, من اصلا بحثم این بود شما امروز که میای غیر از حالا همیشه حرفایی که راجع به گذشته میزنیم و صحبت میکنیم, میخوام راجع به فؤاد معصوم, چون گفتم من طرفدار برهم ساله بودم. فؤاد معصوم نه اینکه مثل تو افغانستان وقتی میگیم آقای دکتر عبدالله رو من تایید میکردم, در این معنی نیست که آقای مثلا اشرف غنی آدم بدیه, معاون دبیرکل سازمان ملل بوده, یه شخصیت برجسته اقتصادی بین‌المللی است. و چقدر اینها ظرفیت دارن, چقدر دکتر عبدالله ظرفیت داره که قبول کردن با هم همکاری کنن در بازشماری آرا, هر کی رئیس جمهور شد اون یکی رئیس هیئت اجرایی بشه مثل نخست وزیر. بله. ولی این مالکی این کار تو عراق نکرد, در حالی که دکتر عیاد علاوی برنده انتخابات قبول کرده بود که رئیس شورای عالی امنیت ملی بشه. به هر حال دلش آمریکایی‌ها گرفتن. خب بله. اشاره باید بکنیم. برگردیم سر الان, شما خبرو که دیدی آمریکایی‌ها سه روز قبل از حمله داعش 4 روز
به مالکی گفته بودن چنین برنامه تدارک دیده شده و این خوشحال شد، گفت میذارم اینا بیان کردا فرار کنن، آوارگان برن به اقلیم و کردا رو داغون میکنن دیگه، چون ظرفیت ما الان کردا دارن میگه 6 ماه پول ما رو نده، بودجه کشور رو نداده، ما پول نداریم کمک کنیم. دلم میخواد دکتر فؤاد معصومی که میره در الازهر دکترا میگیره کاراکترشو برام بگی. مسلم اسلامی نیست، یقینا اسلامی نیست. اینجور که حتی من از دهن خودش هیچ وقت نشنیدم، ولی گوش و کنار خوندم این روزا که مفصل تر چیز میکنن، سابقه چپ داره. تشریح کن برام، دارم خواهد بشناسم. ببین چه تیپ آدمیه، باش رفیق بودی چه جوری؟ ببین آدمیست بسیار دوراندیش، خیلی خیلی کم حرف میزنه. اولا خیلی شوخه، اهل شعر و ادب بسیار بسیار، منتها خیلی کم حرف میزنه. فارسی چقدر میدونه؟ فارسی در حدی که با هم میتونستیم فارسی هم حرف بزنه. بعد منتها الان سالاست که چون با فارس زبان ها کمتر رابطه داره، خب یادش هست. ولی اون سالهای حتی سالهایی که بعد از کودتای 22 بهمن اومده بود به ایران، اینا دفتر داشتن توی یه هتلی، اونجا تو اون هتل دفتر داشتن. اینو چیز دکتر عبدالرزاق فعلی، اینا مسئول اون دفتر بودن، فارسی قشنگ. عبدالرزاق آقای خاتمی به فتنه 22 بهمن میگه کودتای 22 بهمن، نه انقلاب، کودتای 22 بهمن. حالا یه روز با هم راجع به صحبت میکنیم که کودتا چیست و زمینه های کودتا چگونه است، که این باز ما رو بر میگردونه از آغاز 1299 کودتا، کودتای 28 مرداد، کودتای 22 بهمن. بعد اینا رو با هم بشیم یه رو صحبت کنیم. خب میگفت بعد دکتر فؤاد معصوم بسیار صمیمیه، منتها در رابطه با مقایسه که میگی درسته که دکتر برهم در سطح جهان شناخته تر، رابطه زیادتر داره، ولی تسلطی که ملا فؤاد معصوم به مسائل کردستان و مسائل عراق داره خیلی بالاست و خیلی محبوبه. همین به سبب حلیم بودنش، این تواضع و فروتنی که داره، این آدم خیلی صمیمی‌تر از این است که من دارم بهت میگم. یعنی من از یک بود برصورت من برهم شخصیت بالایی، من زمین که با برهم هیچ وقت هم کلام نشده، ولی با چیز با دکتر فؤاد معصوم با هم رفیق بودیم. اونو هرخان شما یه مثل که دمشق با هم بودید، دمشق با هم بودیم موقع پایی که پای همین یکیتی گذاشته شد، اتحادیه میهنی، ما هم اونجا بودیم در کنارشون. چون خود این از رهبران پای گذاران. بله. همین چیز نوشیروان مصطفی بود، تمام بر بچه‌ها بودن اونجا. کوسر رسول بله نه کوسر رسول نه، میگم مخفی بودن اونجا. آه. رو نکرده بودن مولا بختیار. چی؟ نه مولا بختیار اون موقع نبود. چیز مولا محمود بود، فاد مولا محمود بود و فاضل مولا محمود که با همراه چیز کشته شد. درسته. دکتر قاسملو کشته شد. خب فاضل از ما جوان‌تر بوده که، ولی چیز فاد همسن سال ما بود و خیلی هم صمیمی بود. یک تصویری داره آقای خاتمی، تصور کنید که زندان بوده، پای اعدام بوده، زمان خمینی، بعد آزاد میشه. حالا دلایلی هم داره، به از طرف مادری نوشته بودم تو اون مقالم، همه قبیله او آلمان دین بودن، شخصیتی مثل زنده‌یاد مرحوم آیت الله مرتضی جزایری و فرزند مرحوم آیت الله سید صدرالدین جزایری، خاندان بزرگ و با شأن و شخصیت. به هر حال اونا اومدن و مانع از کشته شدن او شدن. خاتمی اومده بیرون، مام جلال فهمیده و حالا میخوان هم دیگر رو ببینن، میره به دیدارشون. هروخان، دکتر فؤاد معصوم، اینا همه هست. خودت تعریف کن چی شد. حالا اینی که میگی در یک جا حادث نشد. من رفته بودم عراق، مام جلال مثلا سلیمانیه، که هم تبریکی بگم و همین که به اصطلاح
لطفاً این مانیتر ما رو هم روشن کنید. چیز تبریکی بگم به مام جلال که متاسفانه اون موقع نبود و دیدار حاصل نشد، ولی هروخان محبت کرد مثل همیشه که ما رو واقعا شرمنده کرده و به قول معروف جدا از تمام مسائل یه خواهر خوب ما بوده همیشه. بعد ماشینی فرستادن دنبال ما با اسکورت، اینا ما رو بردن نه این خونه جدید، یه خونه قدیمی تر بود که در همون سلیمانی. بعد سلیمانی بعد اومدن. شما عادی اومدی از ایران یا؟ نه با پاسپورت عادی خودم عادی اومدن. بعد همت همین علامه سید مرتضی جزائری ما صاحب پاسپورت هم شده بود، خب یادش بخیر واقعا. بعد رفتیم اونجا پلوی بنزل و خب در وا کردند و از ماشین اومدیم پایین و هروخان منتظر بایستاده بود. گفت کاکا کمال نیومد. اسم آقای خاتمی در اون زمان رفیق کمال بود بین. بعد گفتم هروخان خودم هستم. گریه کرد گریه کرد گفت چه به روز تو بردن و بعد رفتیم تو نشستیم و خیلی صمیمی دور انگار نه انگار که این بانوی اول این مملکت همون هروخان واقعا افتاده و متواضع. و وقت دکتر فؤاد رو کی دیدی؟ دکتر فؤاد رو چون دائم تو بغداد بود تلفنی باش صحبت کرده بودم. بعد یک روزی از این روزای گلابیش که اون سال به ما به اصطلاح جایزه هنر ادب دادن به من دادن، بعد قبل از اینکه مثلا ما بریم اون بالا زنگ یکی از چیزی گفت دکتر فؤاد معصوم هست. گفتم کجاست؟ گفت اونجاست. رفتم جلو پلوشو گفتم کاک دکتر من نیستم. گفت نه والله. گفتم چطور من نیستم؟ گفت خودم نمیشناسم. گفتم من کمالم. اونم گریه کرد ولی بغل کرد بوسید و دیگه از اون به بعد باب چیز هر وقت میام از سلیمانی یا زنگی میزد یا همدیگر رو میدیدیم و گپ میزدیم. خیلی رفیقانه و صمیمی، خیلی خیلی. و بعد همه خاطرات یادشه، یعنی این آدم همه جا با مام جلال بوده. و الانم به نظر من میتونه این یک راهگشای جدید برای وضع کنونی عراق باشه. بعضی‌ها به من میگفتن که برهم هنوز خیلی جوانه و فرصت داره بعد از ایشون 100%. یعنی این میتونه زمینه سازی باشه برای رئیس جمهور آینده. آره. که برهم آره. این الان اوضاع عراق شاید به اون قاطعیت های برهم احتیاج نداشته باشه. الان یه آدمی باید باشه معتدل و معتدل که در یه سطح دینی هم قبولش دارن، در یه سطح. آره. دارن میگم مثلا رابطه بسیار نزدیکی با آقای سیستانی داره. نه اصلا جالب بود نه شخصیت ببین. الان این چیزی که دارم واسط میگم، یعنی تو باید ببینی که یکیتی بیگدار به آب نمیزنه. یعنی واقعا اینجور نیست که کی از کی خوشش میاد. یک چیز حزبیه منظمه. شما میبینید که این حزب یه مقدار افت میکنه، به محض اینکه یک نوسازی رو شروع میکنه دو مرتبه آرایش از نوشیروان میزنه بالا. یعنی وجود داره و چون وجود داره میتونه ضعفای خودش رو جبران بکنه. من بر این باور هستم که یه مقدار زمان بدیم به دکتر فؤاد معصوم. من در تحلیلم هم اشاره کردم، گفتم نه اینکه او شخصیت کوچکی است، بسیار شخصیت بزرگی است، ولی شاید حرف شما با تجربه بیشتر درست باشه. شاید دکتر فؤاد معصوم الان باید بیاد که از اون طرف مالکی کنار بره، آدم معتدلی نخست وزیر بشه و بعد 4 سال دیگه عراق در یه شرایط بهتر. مثلا این اصلا تیپش حالا واسه چیز ببین تیپش روز که بهش گفتم که میخواید داریوش رو هر ببینی، گفت خیلی داریوش رو خیلی جالب ببینم. اتمن هروخان هم ایران بود. با او رو با هروخان مام جلال هم بود؟ نه مام جلال کردستان بود. خب. موقعی بود که چیز وزیر کار بود داریوش رو هر وزیر یعنی کار بود، یعنی اوائل انقلاب. بله بود. با هروخان تا همون تابستونه 58 بود، اوائل تابستونه 58 با هروخان رفتیم اونجا. اتمن وقت قبلی هم نگیرم. خب. رفتیم اتاق چیز اتاق انتظار منشی پرسید که گفتم بگید من خاتمی هستم. خب خود زندیات فروهر واقعا لطف ویژه به من داشت، خیلی من دوست داشت، خیلی در زندانم و بعد از آزادیم هم همیشه میدیدیمش و او خسرو سیف و قضاهایی که پروانه می آورد زندان به داد دیگه. نه
اون موقع که قضا تو زندان چون پروانه قضا درست میکرد میابرد تو زندان. نه زمان جمهوری اسلامی ما یه بار قزل علی بودیم به ما قضا دادن. نه من دارم بعد از انقلاب میگم بعد از اون که اجازه دادن خونه قضا ببرین اون بعد اون بود آقا جان حالا قضا چیه واسه نشیشو تحویلت بدن پول گله ازت میخوان. حالا اینا دارم میگم بعد اومد اونجا بود دید اینا هستن و من معرفی کردم و خیلی خوشحال شد یه چشمکی هم به ما زد به عنوان تشکر و نشستیم صحبت و بلافاصله بهرخان گفت شما هر مشکلی دارید دو من میگید بیاید اصلا خونه من در کنار خانم من فلان یه افتر نهوته لسی نرفه اینا. بعد میگم یعنی رابطهش اینجوری بود با مردم و هست دکتر فاد معصوم همه هم میشناسنش مثلا حزب ملت ایران واقعا اینو میشناسن چون حزب ملت ایران با چیزها خیلی رابطه خوب داشت با کردا خیلی خود زندیات با کردا با افغان ها بله 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 این واقعیت داشت و در نتیجه خوب میشناسنش و توی تمام تصمیم گیری های اتحادیه در کنار ما جلال بوده یعنی این آدم یک روز یک ثانیه از امام جلال غافل نشد و واقعا یعنی اساره پایداریه منتها آدمی است میگم خود رو بیار اصلا نیست به قول معروف وقتی که میخوان مدال تقسیم کنم بیرون پشت گم میشه ولی موقعی که سرباز پیشرو میخوان اول صف همیشه حاضر بوده یعنی اینی که من میگم میگم اصلا من ضمن که دکتر برهم هنوز باش هم کلام نشدم دیدمش جای مختلف دیدم دست دادم باش ولی هم کلام باش نشدم خیلی بهش احترام میذارم چون هم از پاکان و نیکانه منتها فاد معصوم فکر میکنم به نظرم میرسه توی اوضاع کنونی یک همچین شخصیتی بهتر سازگار هست که به اصطلاح تسامح و مدارا رو بیشتر رعایت نمادی از مدارا تسامح. جالبه برات بگم آقای هوگو چاوز یکی از این هوچی های جهان که با آقای احمدی نژاد هر دو از این پوپولیست های که بودن. حالا من تازه معتقدم هوگو چاوز صادقتر از احمدی نژاد بود چون دزد نبود. یک مسئول اطلاعات داشت ضد اطلاعات هوگو کارواخال که با آقای هی در دو صفحش مصلحی هم با هم دیگه نشست و برخواست هم داشتن همینطور با آقای حسین طائب رئیس اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه این آقا دستگیر شده خیلی جالبه دولت هلند دستگیرش کرده به خاطر اینکه ایشون قاچاقچی بزرگ کوکائین بوده حالا قراره به امریکا تحویلش بده ما حالا از فرصت استفاده میکنیم تا وقتم نشده من میخوام از که از طرف تو و خودم به دکتر فاد معصوم تبریک میگم و آرزو بکنیم که جایگزین مناسبی برای امام جلال باشه چون جای امام جلال کار کردن بعد از امام جلال خیلی سخته شما یک نکته در نظر بگیرید این پراکندگی که ایجاد شده بود جدایی بین بغداد و اربیل و این که معلوم نبود انتخابات چی میشه مالکی میخواست دو تا نامزد شیعه بیاره برای ریاست جمهوری بازیایی که میخواست بود به محض اینکه امام جلال رسید به عراق و رفت به سلیمانیه انگار آب بر آتش ریختن بالاخره کردها موفق شدن نامزدشون رو معرفی کنن که در رای گیری دو دورم رای گیری که رای گیری دوم انتخاب شد به عنوان رئیس جمهوری و اینو به فال نیک بگیریم تبریک میگم به فال نیک میگیرم با امیدوارم مردم عراق بتوانند از شر نوری المالکی هم خلاص بشن حالا که آقای جبوری رو دارن در ریاست مجلس دکتر فاد معصوم و در ریاست جمهوری انسانی چون آنها را بتوانند در مقام نخست وزیری ببینند سپاسگزارم از آقای خاتمی عزیزم ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود گاهی اوقات هم برنامه‌مون اینجوری میشه فقط تحلیل خبرها نباشه تحلیل انسان‌ها هم باشه علیرضا نوری‌زاده تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.